با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید علی متحری نماینده تهران با انتشار بیانیه‌ای در مورد حمله به وی در جلسه روز یکشنبه مجلس توضیحاتی داد و اقدام شماری از نمایندگان را در قطع کردن نطخش خلاف قانون اساسی دانست آقای متحری در بیانیه‌اش گفته است که کریمی قدوسی نماینده مشهد ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم آباد محمد انصاری نماینده آبادان و فرهاد بشیری نماینده پاکدشت او را از جایگاه پایین کشیدند و آقا محمدی متن نطخ او را گرفت و پاره کرد علی متحری افسوده است اینها را میگوید تا موکلین این افراد بفهمند به چه افرادی رأی دادند آقای متحری همچنین دخالت محمد حس حسن ابو ترابی رئیس وقت مجلس را در میان نطخش کاری بی سابقه در مجلس خوانده است بر اساس برخی گزارش ها بعضی از گروه های سیاسی در صدد طراحی راهپیمایی پس از نماز جمعه این هفته در مخالفت با آقای متحری به دلیل نطخ وی در موضوع رفع حصر هستند گفته می شود ادهی نیز در پی اخراج علی متحری از مجلس شورای اسلامی هستند هفته نامه صبح صادق ارگان رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران یاد داشته وبسایت خبر آنلاین درباره سپاه را اهانتی مزدورانه نامیده و نسبت به پنجه کشیدن بر چهره این نهاد نظامی هشدار داده است هشدار این هفته نامه در واکنش به یادداشت حذف شده ی سایت خبر آنلاین درباره فساد برخی فرماندهان سپاه و تبدیل شدن این نهاد به مجموعه خطرناک نوشته شده است این در حالی است که خبر آنلاین ساعتی پس از آغاز اعتراض رسانه‌ای وابسته به سپاه اقدام به حذف این یادداشت کرد و سپاه پاسداران به خاطر انتشار آن عذرخواهی کرد هفته نامه صبح صادق پروژه سپاه حراسی و سپاه ستیزی را کار دشمن دانسته و هشدار داده عرصه سیمرغ جولانگاه مگس نیست حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سهشنبه 23 دی گفت طراحان کاهش قیمت نفت از اقدام خود پشیمان خواهند شد و که در یک سخنرانی در بوشهر با بیان اینکه جمهوری اسلامی تحت فشار کاهش قیمت نفت قرار نخواهد گرفت افزود در برابر این توته هم عبور خواهیم کرد هم و کاهش قیمت نفت برای مدت طولانی نمیتواند ادامه یابد آقای روحانی درباره مذاکرات تهران با گروه پنج به علاوه یک نیز گفت به همه آنهایی که در این تحریم ظالمانه قدم گذاشتند اعلام میکنم دوران تهدید و تحریم سپری شده است وی تاکید کرد اگر پنج به علاوه یک و مذاکره کنندگان در برابر ایران راه منطقی و سرعت عمل را در پیش نگیرند بدانند ضرر خواهند کرد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام روز یک شنبه گفته بود تحریم های سه سال اخیر صادرات نفت خام ایران را پنج ایران را 50 درصد و درآمدهای نفتی کشور را 100 میلیارد دلار کاهش داده است و اگر کاهش قیمت نفت تا سه سال آینده ادامه داشته باشد 100 میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی ایران کاهش خواهد یافت روزنامه فرانسوی لیبراسیون میگوید در تازه ترین شماره نشری شارلی ابدو که قرار است روز چهارشنبه 24 دی به فروش برسد کارتونی از پیامبر اسلام کشیده شده در حالی که نشان من شارلی هستم را در دست دارد بالای سر او نوشته شده همه بخشوده می شوند. به گفته جرارد بیارد، سردبیر شالیب دو شماره جدید این هفت نامه حاوی مطالب غمنگیزی برای گرامی داشت همکاران کشته شده نخواهد بود. بلکه روالی را که در 21 سال گذشته داشته ادامه می دهد. پاتریک بلاکس یکی از نویسندگان شالی ابدو نیز ضمن تأکید بر اینکه گردانندگان این مجله فکاهی تسلیم زور نخواهند شد گفت همکاران او خشم درون خود را در شماره آینده مجله بیرون خواهند ریخت ریشا مالکا وکیل مدافع شالی ابدو اظهار داشت که در شماره آینده مجله که روز چهارشنبه 24 دی ماه منتشر خواهد شد قطعا کاریکاتورهای پیامبر اسلام هم خواهد بود او تاکید نمود که شالی ابدو کفر را هم حق خود میداند و در این زمینه عقب نشینی نمی کند روز دوشنبه شبکه رادیوی فرانس اینفو برنامه صبحگاهی خود را از دفتر روزنامه لیبراسیون پخش کرد لیبراسیون پس از حمله تروریستی به دفتر شالی ابدو در چهارشنبه هفته ژانویه تحریریه این هفته نامه را در دفتر خود جا داده است شالی ابدو که تیراژ آن تا کنون شست هزار جلد بود شماره آینده خود را با تیراژی حدود سه میلیون جلد منتشر خواهد کرد قرار است که نخستین شماره پس از ترور شارلی ابدو به 16 زبان ترجمه و منتشر شود. حمله تروریستی هفتم ژانویه که به کشته شدن سردبیر و سه کاریکاتوریست شالی ابدو انجامید، برای این هفته نام شهرت جهانی برمغان آورد. و به بحث پیرامون اسلام و اسلامگرایی در کشورهای اروپایی دامن زد. این حمله برای گروه های راستگرای افراطی اروپا نیز فرصت مناسبی پدید آورده است تا تبلیغات ضد اسلامی و نجات پرستانی خود را قوت بخشند. جنبش ضد اسلامی و ضد پناهندگی پکیدای آلمان نیز که با هدف جلوگیری از اسلامی شدن مغرب زمین به وجود آمده امیدوار است که از این پس در تظاهرات هفتگی خود تعداد بیشتری از ناراضیان آلمانی را به خود جلب کند در آخرین تظاهرات این جنبش که روز دوشنبه دوازده ژانویه در چند شهر آلمان برگزار شد هزاران نفر با شعار من شالی هستم و نه به اسلام به تظاهرات پرداختند بزرگترین تظاهرات در شهر درسدن برگزار شد که در هفته های گذشته نیز شاهد تظاهرات گسترده طرفداران پکیدا بود. شماری از برنامه ریزان پگیدا و پشتیبانان با نفوذ آن از راستگیره آلمان به شمار می روند و با اتحادی اروپا مخالفند. آنها خواهان خروج آلمان از این اتحادی هستند. اما اکنون در شعارهای خود اروپا را واحد می دانند و امیدوارند که جنبش آنها سراسر اروپا را در برگیرد. در این حال بر تعداد مخالفان پگیدا نیز هر هفته افزوده می شود. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است آمریکا باید مقام بلند را برای شرکت در راهپیمایی روز یک شنبه پاریس به فرانسه میفرستاد. به گفته آقای ارنست، بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خود علاقمند بوده که در این تظاهرات شرکت کند. حضور آمریکا در سطح سفیر در راهپیمایی پاریس باعث شد این انتقاد مطرح شود که چرا رئیس جمهوری معاونش یا یکی دیگر از مقامهای ارشد آمریکا در راهپیمایی پاریس شرکت نکردند. سخنگوی کاخ سفید گفت با وجود اینکه مقام بلند ای از آمریکا به فرانسه نرفته، نباید هیچ شبهه ای درباره روابط مستحکم میان آمریکا و فرانسه مطرح شود. پیش از این از جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که به هند سفر کرده بود، درباره حضور آمریکا در راهپیمایی پاریس سوال شد که او در جواب گفت روابط دو کشور به وقایع یک روز محدود نمی شود. روز یک شنبه، اریک هولدر، دادستان آمریکا هم برای شرکت در نشستی امنیتی به پاریس سفر کرده بود. اما بنابر گزارش ها در راهپیمایی حضور نداشت. راهپیمایی اتحاد در پاریس با حضور رهبران حدود 50 کشور جهان و بیش از یک میلیون جمعیت برای بزرگداشت قربانیان حملات هفته گذشته و ابراز همبستگی رهبران خارجی با دولت و مردم فرانسه برگزار شد. به دنبال گمانزنی ها مبنی بر ورود یکی از مزنونان حوادث تروریستی پاریس به سوریه وزارت خارجه سوریه ترکیه را متهم کرده که این کشور به تروریست ها کمک می کند. در رویدادی دیگر دولت ترکیه گفته به منظور بازسازی غزه یک کمک 200 میلیون دلاری در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد گذاشت. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد. در حالی که حوادث تروریستی پاریس زخمی بر روح مردم فرانسه و به ویژه صاحبان قلم و اندیشه بر جای گذاشته در این سوما اما موجب بحث و مجادله جدید میان سیاستمداران از بابت تعبیر و تفسیر این حوادث شده همینطور واکنش ها نسبت به گریختن یکی از مزنونان حوادث تروریستی پاریس به سوریه افزایش پیدا کرده ابتدا از همین موضوع شروع بکنم که دولت سوریه به شدت انتقاد کرده از ترکیه بابت اینکه حیات اومدیان نامزده یکی از گروگانگیرهای پاریس تونسته از مرز ترکیه وارد سوریه بشه دولت سوریه که روابط بسیار تیره با ترکیه داره گفته که ترکیه اجازه میده تروریست ها با عبور از این کشور وارد سوریه بشن پیامد این اعتراضه سوریه مقامات ترکیه هم واکنش متقابلی به موضوع داشتند هم آقای اردوغان رئیس جمهور هم داود اغلو نخست وزیر و هم مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه تایید کردند که حیات بومدیان از ترکیه خارج شده و وارد سوریه شده اما آقای داود اغلو که در سفر آلمان به سر میبره در این باره گفت که این گناه ترکیه نیست که هم مرز سوری هستش ما مرزمون رو برای زنان و کودکان آواره سوری باز کردیم نه برای تروریست ها اما این سوتر رجب طیب اروان رئیس جمهور ترکیه در حالی که در کاخ آکسارای به استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رفت به شدت هم رابط مراک یهودی و هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو مورد نکوهش قرار داد او در ارتباط با حضور نتانیاهو در راهپیمایی اتحاد روز یکشنبه پاریس گفت که با چه روی در اون راهپیمایی شرکت کردیم هر روان همچنین خطاب رابرت مرداک رئیس شرکت کورپوریشن که اخیرا در پیامی توییتری همه مسلمانان رو عامل حوادث تروریستی پاریس دونسته بود گفت که عوامل این حادثه تروریستی شهروندان فرانسوی هستند و انداختن این مشکل به گردن مسلمانان معنادار هستش او با اشاره به نتانیاهو و در خطاب به رابرت گفت که جالبه کسی که 2500 فلسطینی رو کشته در تظاهرات ضد تروریستی پاریس شرکت میکنه آقای اروان همچنین در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جامعه جهانی رو به درویی در قبال مبارز با تروریسم متهم کرد اما به دیدار آقای ارغان با محمود عباس اشاره کردم این نکته رو هم اضافه بکنم که در جریان سفر محمود عباس به ترکیه رجب طیب اعلام کرده که کشورش به منظور توسعه امور زیربنایی غزه یک کمک 200 میلیون دلاری رو در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار خواهد داد. در این دیدار رو طرف همچنین رویدادهای اخیر در بیت المقدس، ادامه شهرکسازی توسط اسرائیل و توافقنامه حماس و فتح رو مورد بحث و بررسی قرار دادند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر تمرکز ایالات متحده برای رسیدن به توافقی جامع با ایران که به جامعه جهانی اطمینان دهد برنامه اتمی تهران صلح‌آمیز است تاکید کرد رئیس جمهوری ایالات متحده در عین حال به نتانیاهو اطمینان داده است که آن کشور به بقای امنیت اسرائیل و بر اهمیت ادامه همکاری های نزدیک در این مورد با اسرائیل تعهدی استوار دارد این سخنان در حالی است که گروهی از اعضای کنگره آمریکا خواستند تا فشارهای تازه‌ای بر تهران وارد شود وزرای امور خارجه ایران و آمریکا قرار است فردا چهارشنبه در ژنو با دیگر دیدار و درباره موضوع هسته ایران گفتگو کنند رئیس جمهوری آمریکا درباره درخواست فلسطینی ها برای ملحق شدن به دیوان کیفری نیز گفت این امر اقدامی سازنده نیست و به اعتمادسازی سازی با اسرائیل ضربه میزند سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به کنگره این کشور که اکثر کرسی های آن در اختیار جمهوری خواهان است هشدار داد تصویب تحریم های تازه علیه ایران مانعی جدی در راه رسیدن به توافق نهایی بر سر برنامه هسته این کشور ایجاد خواهد کرد خانم پاور گفته اگر ماشه تحریم های تازه هسته علیه ایران را بکشیم ممکن است وضعیت از منزوی کردن ایران به منزوی کردن خودمان تغییر پیدا کند خانم پاور گفت که باراک اوباما حاضر نخواهد شد بر سر تحریم های تازه علیه ایران کوتاه بیاید سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد نیروهای اوکراینی برای حمله گسترده به مناطق دونتسک و لوهانسک آماده می شوند وی با بیان اینکه نیروهای اوکراینی آماده می شوند به زودی برای حل مسئله دنباس از راه نظامی اقدام کنند هشدار داد در این صورت وضعیت فاجعه باری در شرق اوکراین بروز می کند در روزهای اخیر وضعیت مناطق مورد مناقشه در شرق و جنوب اوکراین باعث ناآرامی در این مناطق شده و نیروهای اوکراینی و شبه نظامیان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. پس از حدود سه ماه و نیم انتظار فهرست اعضای جدید کابینه دولت وحدت ملی افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمایندگان اعلام شد. در این فهرست شماری از چهرههای شناخته شده در کنار شماری از افرادی که تاکنون کمتر شناخته شده بودند دیده می شود. در نشستی که دیروز دوشنبه 22 دی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر محمد اشرف رئیس جمهوری این کشور فرمان او در مورد معرفی 25 نامزد وزارت به مجلس نمایندگان را خواند. در این نشست رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و معاونان آنها به همراه شماری از مقامهای دولتی حضور داشتند. تأخیر طولانی در اعلام فهرست نامزدان پست وزارت انتقادهای بسیاری را برانگیخت و بسیاری آن را عامل اصلی ناامنی و رکود اقتصادی در افغانستان میدانستند آقای غنی در هنگام ادای سوگند وعده داده بود که فهرست وزیران جدید را در مدت 45 روز اعلام کند اما این روند نزدیک به چهار ماه طول کشید در میان وزیرانی که روز دوشنبه برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند، چهره های جدید و کمتر شناخته شده نیز دیده می شوند. هیچ یک از نامزدان پست وزارت پیش از این به عنوان وزیر در دولت افغانستان کار نکردند. بر اساس فرمان آقای غنی، افراد به عنوان نامزد وزیران کابینه جدید به مجلس معرفی شدند. نورالحق علومی وزارت کشور، شیر محمد کریمی وزارت دفاع ملی، رحمت الله نبی ریاست اداره عمومی امنیت ملی، صلاح الدین ربانی وزارت امور خارجه، غلام جیلانی پوپل وزارت دارایی، نجیب ایوبی وزارت امور زنان، آی سلطان خیری وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر افغان وزارت تحصیلات عالی فیض محمد عثمانی وزارت حج و اوقاف احمد سیر محجور وزارت دادگستری، گلزلما یونسی وزارت آموزش و پرورش، محمود سیقل وزارت انرژی و آب، فیروز فیروز وزارت بهداشت و درمان، سردار محمد رحیمی وزارت تجارت و صنایع، سردار محمد رحمان اغلی، وزارت اقتصاد، یعقوب حیدری وزارت زراعت و آبیاری، داوود شاه سبا، وزارت معادن، فیض الله زکی وزارت دارایی، شاهزمان میوندی وزارت امور شهری، شهرسازی و مسکن عباس بسیر وزارت فواید عامه نصیر احمد درانی وزارت احیا و انکشاف دهات سید حسین عالمی بلخی وزارت مهاجران قمرالدین شینواری وزارت سرحدات و قبایل فیض الله کاکر وزارت مبارزه با مواد مخدر سادات نادری وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین بورنا کریمی وزارت مخابرات و فناوری معلومات خلیل صدیق ریاست بانک مرکزی از این میان تنها رحمت الله نبیل پیشتر عضویت کابینه افغانستان را داشته و به عنوان رئیس امنیت ملی کار کرده است پیش از این آقای غنی گفته بود در کابینه جدید چهار کرسی را به زنان خواهد داد اما در فهرستی که روز دوشنبه اعلام شد نام سه زن دیده می شود. در اطلاعیه ریاست جمهوری افغانستان که از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته شده فهرست وزیران پیشنهادی را به مجلس نمایندگان ببرد تا هرچه زودتر کار بررسی صلاحیت آنها آغاز شود. در همین حال سید اکرام منشی مجلس نمایندگان افغانستان گفته مجلس کار بررسی مدارک تحصیلی و تجربه کاری وزیران معرفی شده را از امروز سهشنبه آغاز خواهد کرد و روند بررسی صلاحیت وزیران و رأی اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهاد شده هفته آینده انجام خواهد شد تأخیر در اعلام کابینه انتقادهای زیادی را به دنبال داشت مجلس نمایندگان به رهبران دولت وحدت ملی اولتیماتوم داد و رسانه ها و شبکه های اجتماعی شاهد موجی از نارضایتی ها در مورد تأخیر اعلام کابینه بودند. حال باید دید آیا کابینه‌ای که با انتظار طولانی معرفی شد می انتظارات شهروندان افغانستان را در بهبود شرایط اقتصادی و امنیتی برآورده سازد؟ بنا به اخبار رسیده از سوی وکیل مهدیه گلرو پرونده وی از شعبه دوم بازرسی مستقر در زندان اوین به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سلواتی ارسال شده است خانم گلرو از فعالان حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان است که روز چهارم آبان ماه 1393 و در پی تجمع مسالمت آمیز و قانونی فعالان زن در برابر مجلس شورای اسلامی که به منظور اعتراض به اسید پاشی به زنان اصفهان انجام گرفته بود بازداشت شد و ای از آن زمان تا کنون در بند دو علف زندان اوین به سر میبرد. تحمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینمای ایران از احزارش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران خبر داد خانم میلانی گفته دلیل این احزاری تبلیغ علیه نظام در متن فیلمنامه شهرزاد زن هزار و یک شب اعلام شده است به گفته خانم میلانی کتاب این فیلمنامه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از طی تمام مراحل قانونی در تابستان سال 93 منتشر شده است وزیر کشور گفت دستگیری عاملان اسید پاشی اسفان همچنان در دستور کار است اما هنوز نتوانسته ایم آنها را شناسایی کنیم عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت نیروی انتظامی با جدیت, پی... جدیت پیگیر دستگیری عاملان اسید پاشی است با گذشت چند ماه از اسید پاشی های اسفان و اظهارات ضد و نقیز مقامات ایران در این رابطه نهادهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی تا کنون موفق به شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان اسید پاشی های اصفهان نشدند. با این حال ناظران امور ایران معتقدند این اقدام از سوی محافل تندروی مذهبی سازماندهی شده است. شاکیان پرونده سعید مرتضوی در لایحه 16 صفحه‌ای خواستار بازداشت موقت این متهم شدند. تعداد زیاد تخلفات وی و احتمال بروز تبانی منجر به ارائه چنین درخواستی از سوی شاکیان شده است. خلیل بهرامیان وکیل شاکیان پرونده تخلفات سازمان و تأمین اجتماعی با ارائه ای به دادسرای کارکنان دولت خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده است وی به ایرنا گفت در لایحه‌ای 16 صفحه‌ای که به پاسپورت شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت تسلیم شد با توجه به تعداد زیاد متهمان در این پرونده و وجود بیم تبانی درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم دادسرای کارکنان دولت پیش از این برای سعید مرتزوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرده بود. تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تأمین اجتماعی و شستا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اتهاماتی است که منجر به صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتزوی شده است. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است. به گفته آقای بهرامیان در این لایحه علاوه بر درخواست بازداشت موقت سعید مرتضوی از بازپرس پرونده درخواست شده تا از سایر متهمان که حدود 150 نفر هستند تحقیقات لازم به عمل آید همچنین در گزارشی که 13 آذر 1392 به عنوان گزارش هیئت تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی 138 شرکت زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا به بابک زنجانی پرداخت پاداشهای های هنگفت به مدیران میانی و عالی رتبه تأمین اجتماعی و نیز پرداخت پول های مشکوک به شمار قابل توجهی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که 37 نماینده مجلس در مجموع مبلغ 133 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتزوی پول دریافت کردند و مدیران فعلی سازمان گفتند که نام دریافت کنندگان را تنها خود مرتزوی در اختیار دارد پس از قرائت این گزارش مرتزوی در نامه سرگشاده ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا مختص فقط همین سی و هفت نماینده نبوده است مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به 143 نفر، 75 نفر و 67 نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است. سعید مرتزوی مدیر عامل پیشین تأمین اجتماعی آخرین مرتبه ششم دیماه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. در حالی که پیشتر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتزوی در تأمین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دیما آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیرشمول ادامه یافت سعید مرتزوی پرونده های متعددی همچون پرونده قتل های بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی دارد مرتزوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد مرتزوی به حکم صادره برای خود اعتراض کرده و مدعی شد که در روند رسیدگی به پرونده اعمال نظر رخ داده و پرونده از مسیر قانونی خارج شده است نعمت احمدی وکیل دادگستری با اعلام تعجب از اینکه برای دادستان سابق تهران با این حجم اتهامات سنگین به جای قرار وسیقه کفالت صادر شده است گفته بود بعد از سالها اشتغال در این حرف اولین بار است که میشنوم برای فردی با این حجم تخلفات قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر می شود او با تاکید بر اینکه مجموعه اتهامهای های مرتزوی بسیار سنگین است تاکید کرد که باید برای او قرار وسیقه که سنگین تر از کفالت است صادر می شد. سعید مرتزوی که متهم به قتل زهرا کازمی جنایت کهریزک و سرکوب روزنامه نگاران است یکی از بازوهای سرکوب بیت خامنه است که تحلیلگران میگویند گویند پرونده اش با نظارت دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار است مشمول مرور زمان شده و به بایگانی سپرده شود چرا که رهبر جمهوری اسلامی مخالف مجازات بازوهای سرکوب خود است. محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار سرپرست یک طرح باستانشناسی در جنوب بازار تهران از کشف اسکلت یک انسان متعلق به عهد باستان با قدمت هزاره پنجم پیش از میلاد در حفاری های فازلا به خیابان مولوی خبر داد وی گفت که پیش از کشف این اسکلت قدیمی‌ترین بقایای باستانی شناخته شده در شهر تهران تپه قیطریه بوده است که حدود سه هزار سال قدمت دارد وی ای گفته این کشف منحصر این کشف منحصر به فرد سابقه سکونت در محدوده شهر ری تهران را تا هفت هزار سال به عقب می‌برد در همین حال روز سهشنبه 23 دی نیز عباس مقدم سرپرست گروه باستانشناسی در شهر باستانی ارجان بهبهان از وجود یک محوطه تاریخی متعلق به هزاره ششم پیش از میلاد در این منطقه خبر داده و گفت که این محوطه این محوطه تاریخی در اثر سیلاب از بین رفته است احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان میگوید اعضای این مجلس در صورت نپسندیدن برخی اقدامات رهبر نمیتوانند وی را مؤاخذه کنند و مقابل حکم مشتهد جامع شرایط اقدامی انجام دهند وی افسوده اعضای خبرگان تنها موظف به نظارت بر عمل کرده ولی فقی هستند و با ولی فقی بیعت دارند و تنها در صورتی میتوانند بیعت را قطع کنند که شرایط در رهبر سقوط کند علم خدا به سراحت گفته اگر کل خبرگان هم با رهبری مسئله داشته باشند نمیتوانند کاری انجام دهند ناصر سجادی مدیر, آمیل، مدیر آمیل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران خبر داد که عرضه بنزین به نرخ 400 تومان از اول بهمن ماه 93 متوقف می شود و از این تاریخ عرضه آن با نرخ 700 تومان با هدف کاهش تعدد نرخ این فراورده انجام می شود وی گفته از اول بهمن امسال با به آزادی به ازای ببخشید معذرت میخوام به ازای هر لیتر بنزین 400 تومانی دو لیتر بنزین با نرخ 700 تومان در کارت های سوخت خود را و موتورسیکلت های شارژ خواهد شد بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دیماه 1389 قیمت بنزین سهمیه ای از 100 تومان به 400 تومان و قیمت بنزین معمولی آزاد نیست به 700 تومان افزایش یافته یک مقام پلیس جمهوری اسلامی میگوید اختلاس در ایران 27 درصد افزایش یافته است جمهوری اسلامی بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی یکی از فاسدترین کشورهاست آمارها از افزایش دامنه فساد اقتصادی در کشور حکایت دارد. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی میگوید در ده ماهی نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اختلاس 27 درصد، تبانی در معاملات دولتی 20 درصد و زمینخواری بیش از 40 درصد افزایش یافته است. محمد رضا مقیمی گفته فرار مالیاتی و تحصیلات غیرمجاز امسال کمتر بوده و نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد. داشتیم. چرا که در تسهیلات غیر مجاز بعضا وام ها و تسهیلات کنترل می شود آقای مقیمی اشاره به ارزش مالی پرونده های اختلاس کشف شده در ده ماهی نخست سال 93 نکرده است. مطابق ماده چهار قانون مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مصوب سال 90 در پرونده های فساد مالی کلان وزارت اطلاعات ضابط قوه قضایی محسوب می شود. تخلفات و فسادهای مالی در جمهوری اسلامی به یکی از موضوعات روز رسانه ها و فضای سیاسی ایران تبدیل شده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور روز 15 آذر ماه از کشف یک فساد مالی در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش 12 هزار میلیارد تومان خبر داده بود. به گفته آقای طیب نیا یکی از موارد فساد مالی در ماهای اخیر کشف شد که مجموع اقدامات خلافی که در این زمینه صورت گرفت حدود 12 هزار میلیارد تومان بود که این موضوع در دستگاه قضایی پیگیری شد و نزدیک به 100 درصد این مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نیز متهمان در زندان به سر میبرند. یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان روز چهارشنبه 19 آذر ماه خسارات این سوء جریان بانکی را مبلغ معادل 230 میلیارد تومان اعلام کرده است. تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال جاری میلادی نشان میدهد که ایران در میان 175 کشور و منطقه در رتبه 136 شاخص جهانی احساس فساد قرار گرفته است. البته این رتبه در مقایسه با سال گذشته جایگاه بهتری است. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شاخص فساد ایران به بدترین وضعیت خود رسید و به رتبه 168 جهانی سقوط کرد. محمد رضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود گفته انتظار داریم قانون پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی به تصویب مجلس برسد. همزمان با سخنان آقای مقیمی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز تاکید کرد دو مجموعه اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و اداره مبارزه با کالا و ارز در پلیس آگاهی وجود دارد که پیشنهاد ما ادغام این دو پلیس و تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در مجموعه ناجا و خارج از پلیس آگاهی است در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی از جمله سازمانهای جمهوری اسلامی هستند که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند. همچنین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیونهای مجلس در دست بررسی است. سازمانی که در صورت تشکیل قرار است مفاسد بیش از 500 میلیون تومان در آن رسیدگی شود. بر پایه طرح نمایندگان مجلس که در وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضایی تشکیل و رئیس آن با اذن رهبر جمهوری اسلامی انتخاب خواهد شد از سپاه پاسداران به عنوان یکی از نهادهای فاسد نظام نام برده می شود که بارها مقامات ایران تلویحا به آن اشاره کردند پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری تلویحا سپاه را فاسد دانسته و گفته بود جمع شدن اطلاعات تفنگ و رسانه در اختیار یک نهاد فساد میآورد به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار